أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. دوستان گرامی، برادران و خواهران محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با یک دیگر از سلسله مباحث اعجاز علمی در فصل دوم از این مباحث محضر شما گرامیان قرار دارم با همکاران عزیزم در بخش تکنیک و اتاق فرمان. الله متعال عفو و عافیت را در همه حال نصیب بنده و شما گرامیان عزیز قرار بدهد. مباحثی را که پیش رو هست و برای این جلسه برای شما گرامیان در نظر گرفتم، بحث آثار و برکات علمی و رمز و رازهای نماز تهجد یا قیام لیل هست که امروز در پرتو علم بیش از قبل این حقیقت شناخته شده و قابل درک شده برای دنیای علم. الله متعال در وصف متقین در قرآن کریم در سوره مبارکه زاریات آیات 15 تا 21 می فرماید که ان المتقین فی جنات و عیون آخذین ما آتاهم ربهم انهم کانوا قبل ذلک محسنین کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحارهم یستغفرون و فی اموالهم حق للسائل والمحروم و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. و همچنان در سوره مبارکه سجده آیات 16 و 17 می فرماید که در وصف البته متعجدین و کسانی که اینها شب به پا می خیزند و در دل شب و دمدمه های سحر برای رب العالمین اینها در رکوع و سجده به سر می برند و قیام می کنند و راز و نیاز می کنند با پروردگار خیش. می فرماید که تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. در حقیقت تکریم بسیار بسیار بلندی را ما در اینجا در هر دو بخش این آیات در ارتباط با متعجدین ما میبینیم که الله متعال در وصف متقین محسنین میفرماید که اینا اندکی از شب اینها در خواب به سر میبرن یا در یهجعون وجوع به معنای بیداری هم هست و در وقت سحر اینها استغفار میکنن و از پروردگار خیش آموزش میطلبند. و در آیات دیگر میفرماید که پهلوهای اینها از خوابگاه ها خالی میشه و برکنده میشه و پروردگار خیش میخوانند از روی خوف و از روی طمع و از آنچه که به اونها روزی بخشیده ایم اینها انفاق میکنن. هیچ شخصی نمیدانه که چه اکرامی برای اینها مخفی ساخته شده است از اکرامیات یا اکرامیه های نعمت های بسیار بسیار عظیمی که سبب آرامش روح و روان و روشنی و خنکی چشم اونها خواهد بود
به پاداش اعمالی که اینها انجام میداد. بنان الله سبحانه و تعالی ترغیب کرده است مؤمنان را به قیام لیل و نماز تهجد و هیچ عبادت. علما میفرمایند که نزد الله محبوبتر نیست بعد از فرایض به اندازه نماز تهجد و قیام لیل. بنابراین این بحثی است که ما و شما داریم در دین خیش و از این جهت بسیاری از مؤمنین به شوق راز و نیاز و مناجات با پروردگار متعال اینها شبها به پا میخیزند و برای الله متعال وضو میگیرند و به نماز می ایستند و به راز و نیاز به بارگاه الهی. امروز در پرتو علم این حقیقت عزیزان برای بشر روشن شده است که خواب طولانی در شب برای مدت‌های بیش از 4-5 ساعت پشت سر هم سبب مرگ ناگهانی و مرگ زودرس خواهد بود. در حالی که بررسی‌هایی که بشر قبلاً داشت یا برداشت‌هایی که داشت این بود که خواب‌های طولانی سبب طولانی شدن عمر خواهد بود و سبب سلامتی و صحت برای انسان خواهد بود و این را یک حقیقت علمی می دانستند، لکن جدیداً در پرتو مطالعات جدید و تحقیقات جدید دیدگاه بشر یا دیدگاه بهتر است بگیم که محیط علم و جوامع علمی و اکادمیک نسبت به این قضیه کاملاً فرق کرده است و تفاوت پیدا کرده است. بنابراین ای که بشر در تحقیقات علمی خود هر چند وقت یک بار به یافته های جدید دست پیدا میکنه، ما را نسبت به او چیزی که مثبتات 100% علمی در میان بشر گاه نامیده میشه، ما را و جهان را مشکوک میسازه که چه قسمه هست که یک وقت یک حقیقت علمی برای 10 سال، 20 سال، 30 سال تبلیغ میشه، باز بعد از او باز میاییم که میبینیم یک نوع عقب گرد داریم و یک نوع برگشت. محققان در دانشگاه های مختلف که بعضی از تحقیقات در یک مجله به نام استروک ای در حقیقت منتشر شده، این تحقیقات میگه که 72% از کسانی که اینها به مدت 9 ساعت متوالی اینا خواب میشن، اینا دوچار امراض قلبی میشن و دوچار امراض وعایی یعنی در سلسله عروق دموی یا خونی خود دچار مشکل میشن. 13,000 کس یا 13,000 شخص در این پژوهش شرکت کردند و این نتیجه از میان این برآمد. و سبب چی؟ سبب اینه که خوابای طولانی زمانی که اتفاق میفته در حقیقت جریان خون در بدن و جریان اکسیژن در خون کند میشه و نتیجه اینه که مصاب میشن کسانی در حال خواب به سکته یا سکته دماغی و مغزی و یا سکته های قلبی به مدت طولانی اگر این خواب ادامه داشته باشه. و البته امراض قلبی هم در میان کسانی که اینا خوابای طولانی میشن و پشت سر هم 7-8 ساعت خوابن، این امراض قلبی بیشتر مشاهده شده بر اساس تحقیقات علمی که در این راستا انجام گردیده است. و همچنان تحقیقات علمی که جدیداً به دست آمده این نتیجه رو به دست داده که 7-8 ساعت خواب عموماً به صحت شخص نه فقط در سایه مثلا امراض قلبی و یا بس سکته و بس مرگ زودرس، نه بلکه به عموم صحت یا صحت عمومی انسان مضر تمام میشه و کارشناسا و محققین به این نتیجه رسیدن که کمتر خواب شدن یعنی بیدار خواب شدن و کم خواب گرفتن بهتر است از خواب متوالی به ساعتهای طولانی. 3 میلیون شخص
بر اساس تحقیقاتی که شده 3 میلیون شخص تا حال شامل پروگرام چی شدن؟ پروگرام تحقیقات علمی پیرامون خواب در این تحقیقاتی که در جاهای مختلف انجام شده آمارها نشون میده که بررسی ها 3 میلیون انسان را شامل شده و در همین 3 میلیون همه ثابت شده که کسایی که 7-8 ساعت متوالی خواب میشن رد برد در بالین افتاده هستند، اینها دچار بیماری های قلبی زودرس شدن نسبت به کسانی که زود بیدار میشن، در سحر بیدار میشن و بعد از 4 ساعت بیدار میشن. و خواب بسیار، علما و دانشمندا در این عرصه به این نتیجه رسیدند که کسانی که خواب بسیار میشن از نشاط کمتری در و تحرک کمتری در عرصه زندگی روزانه هم اینا برخوردارن، احساس کسالت میکنن، احساس افسردگی میکنن و اینها اون نشاط و تحرک که کسانی که کمتر خواب میشن و باز از طرف روز هم خواب قیلوله میشن مثلا برای نیم ساعت و 40 دقیقه اینا وضعیت روحی، روانی و نشاط جسمی و حرکت بدنی و حرکت فکری و بازده کار اینها در حقیقت بیشتر است. تا به جای این مسئله در جهان علم عزیزان و گرامیان اهمیت پیدا کرده که امروز کسانی در غرب که از این حقایق آگاهی دارند اینا ساعتها خور کوب میکنن و موبایل ها خور، برای چی؟ برای 4 ساعت بعد از خواب بیدار شدن، برای نیم ساعت حرکات بدنی و ورزش های بسیار خفیف و نرمش های ساده انجام دادن، باز دوباره رفتن به بالین خواب. اینا برای خدا قیام نمی کنن در شب، لکن برای سلامتی خود قیام می کنن و اینا قیام اللیل می کنن، لکن قیام اللیل برای چی؟ برای سلامتی و قیام اللیل برای صحت بدنی. در حالی که اگر انسان مؤمن قیام اللیل میکنه عالی ترین تمرین های روحی رو در شب انجام میده در راز و نیاز و مناجات با پروردگار متعال و با بالاترین سطح آرامش میرسه، چنانچه تحقیقات علمی مستقلی که انجام شده در صفت نماز تهجد بالاترین سطح آرامش روانی رو برای متعجدین ثبت کردن، برای کسانی که اینا متعجدن و تهجد گذارن. یکی از جمله اضراری که برای کثرت خواب در شب به صورت متوالی ثابت شده زیادت وزن یا چاقی است. چاقی ارتباط مستقیم ممکنه با خواب نداشته باشه، لکن کسانی که از کم حرکت یعنی از تحرک کافی بدنی برخوردار نیان معمولا انمی کسانی هستند که اینا پشت سر هم خواب میشن و وزن بیشتر از حد طبیعی را اینها میگیرند و تحرک کمتری دارند و کالوری های کمتری اینا مصرف میکنند از میزان کالوری که اینها میگیرند، بنابراین اینا دچار اضافه وزن میشن و اضافه وزن اپیدمی قرنه، یعنی مرض قرنه و بیشترین در حقیقت هزینه هایی که در دنیای متمدن مصرف میکنن در مبارزه با چاقی است، چون چاقی ارتباط میگیره به فشار خون و چاقی ارتباط میگیره به امراض قلبی و امراض مغزی و دماغی و بسیاری از علل و آفات دیگر. در تحقیق علمی مستقل دیگری که انجام شده ارتباط وجود داره میان کثرت خواب در شب و متوالی به مدت بیشتر از 7 ساعت و بیشتر از 6 ساعت خواب شدن پشت سر هم، ارتباط وجود داره میان این و میان بیماری دیابت یا مرض شکر یا مرض قند. سطح قند خون انسان در خواب متوالی بالا میره و اینا کسانی هستند که بیشترین کسانی که در حقیقت دچار دیابت میشن ممکنه در جمله گروه های باشن که اینا خواب طولانی هم میشن، یعنی
و این هم شاید ارتباط مستقیمی نداشته باشه بین مرض شکر و کثرت خواب، لکن ارتباطی که داره از این است که اونایی که بیشتر خواب میشن بیشتر وزن میگیرن، اونایی که بیشتر وزن میگیرن اونا بیشتر دچار بیماری دیابت میشن. همچنان پیرامون قدرت دماغی یا فکری کسانی که بیشتر از حد لازم اینا در شب خواب میشن مطالعات انجام شده و این مطالعات نشان میده که کسانی که در شب به مدت 7 ساعت 8 ساعت متوالی اینا خواب میشن دچار پیری زودرس فکری میشن، یعنی فکر اینها دماغ اینها دچار پیری میشه و دچار کسالت میشه و اینها از اون نشاط فکری و تولید فکری و تمرکز فکری که لازمه اینا برخوردار نیست. و این حاصل تحقیقاتیه که در یک مجله آمریکایی که برای کلانسالان مطالعه داره، یعنی مطالعات بحث عوارض کلانسالی و یا کبر سن در این مجله اختصاصی نشر میشه. در این مجله ای منتشر شده که کسانی که متوالی خواب میشن اینا دچار پیری زودرس مغز و فکر میشن و اینها از کارایی فکری پایینتر برخوردار نسبت به کسانی که اینها در طول شب قیام میکنن و قیام لیل میکنن و اینها بعد از 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت حد اکثر 6 ساعت اینا دمدمه های سحر بیدار میشن، صبحگاهان زود اینا از خواب بیدارن و اینا برنامه های روزانه خود بسیار وقت شروع میکنن. و همونطوری که نبی کریم صلی الله علیه وسلم در یک حدیث صحیح میفرمایند که ان الله جعل خیرکم فی بکورکم، یعنی الله متعال خیر و برکت و نعمت را برای شما ای امت من در صبحگاه شما قرار داد. در تحقیق علمی دیگری که در راستای خواب متوالی و کثرت خواب انجام شده است این نتیجه به دست آمده که کسانی که دچار سردردهای بیشتر نوبتهای سردردی میشن اینها معمولا کسانی هستند که بیشتر در شب به صورت متوالی خواب میشن. و اعتقاد و یا باور دانشمندان اینه که کثرت خواب ناقلات عصبی معین در دماغ تحریک میکنه، یعنی او وصله ها یا رابط های عصبی معین در دماغ بیشتر تحریک میکنه و اینها احساس درد میکنن در وجود خود و احساس درد میکنن بیشتر در پشت و در کمر، احساس کمردردی میکنن و ممکنه این حاصل افتادن و یا خوابیدن طولانی مدت در یک حالت باشه که سبب این میشه که تسرب پیدا بکنه املاح بدن به یک جنا و بناهن این املاح صورت متوازن به وجود تقسیم نشه، سبب تراکم املاح بشه و تراکم املاح و یا مواد معدنی در یک بخش از وجود سبب چی میشه؟ سبب اختلال در سیستم بدنی و فیزیولوژی بدن انسان میشه و در حقیقت منتهی میشه به این که احساس درد برای انسان ها چکار بشه؟ پیدا بشه. بنابراین مباحثی که پیش روی ماست از جهات مختلف و جوانب مختلف در حقیقت اینها همه این نتیجه را طور کوتاه و خلاصه به دست میدن که خواب طولانی مدت در شب این سبب چیست؟ سبب امراض و علل و آفات است که بخشی از او در این مبحث محضر شما عزیزان و گرامیان بیان شد و بخشهای دیگر هنوز مطالعات در این راستا ادامه داره و این مطالعات هر روز در این رابطه ممکنه چیز جدیدی به دست بود، لیکن امروز اتفاق نظر وجود داره برای که حتی میزان خواب بین 6 ساعت تا 8 ساعت تا 9 ساعت و تا 5 ساعت جدا جدا اینا رو در این مراکز علمی
اینا مطالعه کردن و از هر کدام نسبت های معین تحقیقات علمی به دست دادن، هرچی که میزان خواب بیشتر باشه و سقف خواب بالاتر بره، صورت متوالی و پیوسته به همون میزان عوارض و آفاتی که در بدن پیدا میشه زیادتر. البته انسان نیاز به خواب داره و خواب جندم النوم جندم من جنود الله، یعنی خواب لشکری از لشکریان الهی. اگر خواب خدای متعال از من و شما بگیره، خیلی از نگرانی ها و نارایی ها و حتی سیستم وجود فلج میشه و از کار میفته. ولی خواب به هنجار و طبق یک رویه و خواب نیبس مدت طولانی پشت سر هم و مدت بیش از حدی که امروز علم نشون میده و دین ما و شما 1400 سال قبل، ببینید که نبی کریم صلی الله علیه وسلم به اساس روایت سیدتنا بی بی عایشه صدیقه رضوان الله تعالی علیها، ما شما میبینید که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در شب چندین و چندین بار اینها از بستر بر میخواستند و به عبادت و به راز و نیاز میپرداختند و پس بر میگشتند به بستر خواب. بنابراین این دستاوردها یا رهاوردهای جدید علم است که در پیش روی ما شما قرار داره، ایجاب میکنه که ما به ارزشهای تهجد و ارزشهای قیام لیل نگاه دوباره داشته باشیم، ضمن اینکه از منظر دینی همه به این اعتقاد هستیم و باور داریم، لکن مزایای علمی ارزشهای دینی خود را هم بهتر میتونیم که با همچو مطالعات و تحقیقاتی که در جهان دانش انجام شده بهتر بشناسیم و با یک تعمق و دانش و یقین راسختری به طرف ارزشهای دینی خود فکر بکنیم و انشاءالله به یاری و توفیق حضرت حق سبحانه و تعالی عمل بکنیم. وقت جلسه من و شما به پایان آمده است. تا بحث دیگر و درس دیگر از سلسله دروس و مباحث اعجاز علمی، همه شما گرامیان را به حضرت حق می سپارم. التماس دعای خیر دارم از همه عزیزان حاضر. و سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.